امشب در 24 موج تازه درگیری ها میان آمریکا و شبه نظامیان مورد حمایت ایران. حمله پهپادی به پایگاه آمریکا در اربیل به دنبال حملات هوایی ایالات متحده به 3 سایت متعلق به شبه نظامیان. نخست وزیر عراق گفته اوضاع در این کشور وخیم شده. درخواست‌های مکرر آمریکا از چین برای فشار به ایران بر سر مهار حوثی‌ها. فاینانشال تایمز میگه نشانه‌ای از کمک پکن در این زمینه دیده نمیشه. رد صلاحیت رئیس پیشین دولت برای نامزدی در مجلس خبرگان رهبری. حسن روحانی گفته چرا دلایل رد صلاحیت با مردم در میان گذاشته نمیشه. و گامی تازه در ریاض برای تغییر چهره عربستان سعودی. این کشور اولین فروشگاه مشروبات الکلی رو باز میکنه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. برنامه رو با یک خبر فوری شروع می‌کنیم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده حوثی‌های یمن 3 موشک بالستیک ضد کشتی رو به سمت کشتی آمریکایی مرسک دیترویت در خلیج عدن شلیک کردند. سنتکام در بیانیه گفته یکی از این موشک‌ها به دریا سقوط کرده و 2 موشک دیگه توسط ناوشکن USS گرابلی رهگیری و ساقط شده و به کشتی آسیبی نرسیده. برگردیم به خبر اول برنامه که خیلی هم البته بی ربط به خبر فوریمون نیست. با ادامه درگیری ها میان نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان مورد حمایت ایران، نخست وزیر عراق گفته شرایط در این کشور وخیم شده. او حملات آمریکا علیه شبه نظامی ها رو در این کشور اقدامی خصمانه توصیف کرده. انتقادهای محمد شیع السودانی از واشنگتن در شرایطی که ارتش آمریکا در واکنش به حمله به پایگاه عین الاسد و همینطور میدان نفتی کنیکو در شرق سوریه مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران رو در عراق هدف قرار داده. ساعتی پیش هم در تلافی این حملات نسبتاً گسترده بار دیگه یک حمله پهپادی ناموفق به پایگاه نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه اربیل خبرش منتشر شد. همکارانم آرش علایی از مقابل کنگره و مرضیه حسینی از ساختمان وزارت خارجه با ما هستند. با مرضیه شروع میکنم و تازه ترین ها از درگیری ها. در طول همین ساعات گذشته فرداد حداقل 5 بار به مواضع آمریکا در منطقه راکت پراشنی شده، مشخصا در عراق و در یمن. طبق بیانیه سنتکام گفته شده عمده این حملات توسط سیستم‌های پدافندهای آمریکا در منطقه منهدم شدند. اما به رغم اینکه لوید آستین در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خودش از اطلاق کلمه جنگ برای وضعیت فعلی در خاورمیانه علیه مواضع آمریکا اجتناب کرد، اما شواهد حاکی هست این هست که دولت آمریکا به طور مشخص از 4 روز گذشته نسبت به 3 ماه گذشته از یک حالت تدافعی در عملیات‌های خودش در منطقه به یک حالت تهاجمی روی آورده، چرا که پیش از این و در طول هفته‌های گذشته به ندرت حملات صورت گرفته به مواضع خودش رو در منطقه پاسخ میداد، اما تنها در طول همین 3 روز گذشته چندین دور عملیات انجام داده و مشخصا پنتاگون تنها در طول 3 روز گذشته در 3 کشور مختلف جهان عملیات داشته. در عملیات علیه گروه شبه نظامی الشباب، عملیات مشخص در علیه حوثی‌ها در یمن و عملیات مشخص علیه طایب حزب الله در عراق. آخرین حمله که صورت گرفت در سحرگاه چهارشنبه بود که طبق بیانیه سنتکام 3 منطقه از مواضع کتایب حزب الله مورد هدف قرار گرفتن. مواضعی که گفته میشه در اون تسلیحات قرار داشت که گفته میشد متعلق به جمهوری اسلامی ایران هست، و تنها در طول همین 24 ساعت گذشته 2 تن از مقامات ارشد دولت آمریکا اینجا اذعان کردن که یقین دارن این تسلیحاتی که در حملات اخیر نابود شده مرتبط با جمهوری اسلامی ایران بوده. مشخصا جان فاینر معاون مشاور امنیت ملی آمریکا و براد کوپل یکی از دریاداران آمریکا این اظهارات رو مطرح کردن در مصاحبه‌های متعددی که در طول 24 ساعت گذشته داشتن. اما پیش از این حمله مشترک توسط آمریکا و بریتانیا به طور مشترک انجام شد، 7 حمله بود که توسط آمریکا و به رهبری آمریکا به مواضع گروه‌های شبه نظامی و نیابتی که دولت آمریکا اونها رو مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در منطقه میدونه اصابت کرد. اما اوج این حملات به طور مشخص از شنبه آغاز شد و از شنبه بود که ما شاهد یک تغییر روی کرد و یک تهاجمی تر شدن حملات آمریکا در منطقه هستیم. بعد از حمله که گفته میشه شدیدترین حمله بود که در طول 3 ماه گذشته به مواضع آمریکا در منطقه صورت گرفت، در این حمله مشخصا گفته میشه حداقل 10 راکت
و 7 موشک بالستیک به مواضع آمریکا در منطقه شلیک شد و این دومین بار هست که در طول 3 ماه گذشته از موشک‌های بالستیک علیه مواضع آمریکا استفاده میشه و همین باعث شده در رسانه‌های آمریکا اینطور اذعان بشه که اقدامات اخیر در منطقه منجر شده که بایدن یک دستور کار جدید و تازه رو روی دست بگیره در منطقه. صحبت از شایعاتی هست در خصوص عملیات بلند مدت آمریکا در منطقه است. حتی برخی اون رو مقایسه کردن با عملیات نظامی در افغانستان و عراق. البته تاکید کردن این عملیات به هیچ عنوان قرار نیست به اون طولانی مدت و در اون ابعاد باشه، اما عملیاتی خواهد بود که احتمالاً مشخص نیست در بازه زمانی فعلی تا کجا ادامه خواهد داشت. اما یک بازه‌ای که از این عملیات گفته شده به صراحت اعلام شده این هست که دولت آمریکا متمرکز خواهد بود در دریای سرخ تا مشخصاً ارسال تسلیحات توسط جمهوری اسلامی ایران به یمن و گروه‌های شبه نیابتی خودش رو در منطقه مورد تمرکز قرار بده و اون رو متوقف کنه. آرش، دیگه اقدامات اینچنینی، حملات اینچنینی به مواضع آمریکایی‌ها یک مورد استثنایی نیست، تبدیل به روتین شده. واکنش اونجا در کنگره چه است؟ واکنش ها که در کنگره که کماکان جمهوری خواهان به انتقادات خودشون ادامه میدن و دموکرات ها هم به نظر میاد منتظر خط و مش از کاخ سفیدن. دیروز هم شنیدین سناتور تیم کین در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت در واقع دو بار از کاخ سفید خواسته است استراتژی جدید ارائه بدهند. به نظر می آید که هنوز خود دولت بایدن مشخص نشده که با خودشون چندن فرداد، به خاطری که به جایی که بخواهند به داستان پاسخ بدهند کلمات اختراع می کنند. مثلا پنتاگون ما شنیدیم در این چند روز می گوید حملات به یمن اقدامات دفاعی است تا رفتن تو عمق خاک کشور دیگر. شما نگاه میکنید هوتی ها موشک میزنن، آمریکایی ها موشک میزنن، به چشم ما آدم های غیر نظامی شبیه جنگ میآید. دو طرف دارن با هم شلیک میکنن، اما هر کاری بگید میکنن. اون دریا سالار براد کوپر در پنتاگون 50 بار حداقل خبرنگارا ازشون سوال کردن، همیشه به نوعی دور میزند که نگوید جنگ شده است، نگوید در کل منطقه جنگ گسترش پیدا کرده است، نگوید سیاست کاخ سفید که هی میگفت ما دنبال این هستیم که جنگ به مناطق دیگر نرود مشخصا شکست خورده است. و امروز نشریه تایم هم در سر مقاله خودش به این پرداخت، گفت آمریکا نمیدونه پایان بازی چگونه رقم خواهد خورد در یمن. و الان نشریه تایم میگوید دولت بایدن نه استراتژی خاصی دارد نه سیاستش تغییر کرده است، فعلا به یک سری حملات بسنده خواهد کرد. مرزی هم بهش اشاره کرد، میگویند این حملات ممکن است ادامه دار باشد. نه 100% ادامه دار خواهد بود، به خاطر اینکه غیر از این فعلا دولت بایدن هیچ گزینه دیگری ندارد، نه میتواند و اجازه دارد که سربازان آمریکایی رو بفرستد در خاک یمن، چون بعد اینجا از کنگره قبلش اجازه بگیرد، نه تاریخ نشون داده است که هوتی ها نیروی بازدارندگی در واقع جلوی اونها رو خواهد گرفت. هوتی ها 10 سال است توسط عربستان سعودی بیش از 25,000 بار مورد حمله هوایی قرار گرفتند، هنوز سرپا بر جا هستند. و در مورد آمریکا هم حملات هوایی نیروهای آمریکایی به یمنی ها ممکنه که یک خورده از توان اونها رو برای موشک پرانی کم کنه، اما مشکل آمریکا با هوتی ها رو حل نخواهد کرد. در مورد عراق هم ما دیدیم سنتکام بیانیه ای داده است، وال استریت جورنال میگوید این حمله ای که امریکایی ها انجام دادن به گروه کتائب حزب الله تا حدودی ورق رو برگردونده، همونجوری که مرزی هم گفت داستان تهاجمی تر شده است. در دوره ترامپ وال استریت جورنال میگوید یک دفعه کتائب حزب الله سعی کرد به نیروهای آمریکایی حمله کند، آقای ترامپ دستور داد به مقر اصلی کتائب حزب الله حمله کردن، تمام شد. الان شما میبینید دولت بایدن با خودش انگار تعارف دارد، ابتدا میگوید خب نه اول مواضع اونا رو نمیزنیم میریم به انبارای موشک، بعد انبارای موشک دوباره میبینید حمله میشود، میگن به اونجایی که پهپاد میفرستن اونجا هم حمله میکنن، دوباره حمله میشود. و الان به نظر میاد بالاخره به همون نتیجه رسیدن که دولت ترامپ رسید، یعنی 3 سال دولت اومد و گفت سیاست‌های دولت ترامپ شکست خورده است، در عراق شکست خورده است، تحریم‌هاش علیه جمهوری اسلامی شکست خورده است، به تمام این داستان‌ها گیر داد و انتقاد کرد. یکی پس از دیگری دولت بایدن دارد همون سیاست‌های دولت ترامپ رو می‌بینیم اجرا می‌کند. ممنونم از سردار شما آرش علایی از کنگره آمریکا و مرزی حسینی از وزارت خارجه ایالات متحده.
در همین حال نشریه فارن پالیسی میگه واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای خروج نظامیانش از سوریه است. به نوشته این نشریه، با توجه به افزایش درگیری‌ها در خاورمیانه، کاخ سفید به دنبال تجدید نظر درباره اولویت‌های نظامیش در منطقه است و حتی این تجدید نظر شاید به خروج کامل نظامیان این کشور از سوریه منجر بشه. مقاماتی در وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا به فارن پالیسی گفتن که دولت بایدن دیگه چندان علاقه‌ای به دنبال کردن اهدافی که پیشتر در سوریه دنبال می‌کرد نداره. همین لحظات پیش البته دیدم العربیه به نقل از کاخ سفید نوشت که خروجشون رو از سوریه تکذیب میکنن. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی، اینجا در استودیو با ماست. حالا اگر این گزارش درست باشه و کاخ سفید تکذیب بکنه، این واقعیت رو که یک تحولات گسترده در منطقه داره صورت میگیره رو پنهان نمیکنه. الان به نظرتون ایالات متحده کجا ایستاده در منطقه و جمهوری اسلامی کجا؟ ایالات متحده همونی که همکارتون گفتن واقعا سردرگم دولت بایدن، چون که همون وقتی شما به قدرت بایدن نگاه میکنید ضعفش از روز اول معلوم بود. وقتی که از روز اول نشون داد که در مقابل تمام حرکات جمهوری اسلامی قرار باز بیاد و سر میز گفتگو و با جمهوری اسلامی مذاکره کنه، این رو نشون داد، این اشتباه پیام سیاسی رو نشون داد. برای همین هم هست هر چی دارید حمله میکنن دوباره تشدید میشه حملات، چون که میدونن خب شرایط بایدن در کاخ سفید بسیار بده، برای انتخابات شانسش کمتره و اینکه نمیخوان وارد یک جنگی بشن، با جنگ داشتن دو جنگ وارد رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری اینجا بشه. ولی در مورد این خبر در مورد سوریه، خب داشتم داده‌ها رو تحلیل می‌کردم. خب اگه امکان این خبر درست باشه چرا، اگه اشتباهه چرا، اگه درست باشه باید اینجوری تحلیل کرد به خاطر اینکه روابطی که بشار اسد با کشورهای عربی داره و اینکه جهان عرب در رو باز کرد برای بشار اسد که به اونها بپیونده و اونجا بود که خب آمریکا سعی میکنه از طریق کشورهای عربی فشار رو بر بشار اسد بیشتر کنه، در جایی که به نتیجه نرسیدن بعد از 2011 و میخوان حتی نیروهای کرد اس تی اف هم که اونجا هست از طریق همین دولت‌های عربی به بشار اسد نزدیک کنن و اینجا مشکلی رو حل کنن. ولی اینجا یه اکتور دیگه اینجا میمونه که این تحلیل رو دچار مشکل میکنه و اون ترکیه است. ترکیه که میدونیم اگر این تغییرات صورت بگیره قسمت شمال غرب سوریه رو دچار مشکل بیشتر میکنه. الان هم تو استان ادلیب هنوز هم مشکل وجود داره و با داشتن چنین داده هایی وقتی میبینیم خب ترکیه الان موافقت کرده در عضویت سوریه در نیتو و الان میدونیم خب برای ناتو هم الان هم بایدن چراغ سبز داده که F-16 رو به ترکیه بفروشه. حالا اینجا آیا هیچ توافقاتی صورت گرفته که ترکیه بخواد اوکی بده یا قبول کنه عضویت سوریه در ناتو؟ با پشت پرده چه صحبت هایی شده و ترکیه بدون سهم از سوریه خارج نخواهد شد؟ و اینجا رو وقتی این داده ها و این تحلیل رو در نظر میگیریم، وقتی که زوم اوت میکنیم و کل خاورمیانه و این موقعیت الان رو با جنگ غزه، جنگ دریای سرخ رو داریم در نظر میگیریم، احتمال خروجش خیلی کمه، چون که اگه بخواد خارج بشه دوباره یک رسوایی مثل افغانستان خواهد شد، مخصوصا الان که اسرائیل داره سعی میکنه هر جوری شده پشت جبهه حزب الله و حماس رو که در سوریه است برای رسوندن تجهیزات نظامی اونجا رو قطع کنه و تنها نیرویی هم که اینجا میتونه مثل یک پشت جبهه قوی پشت اسرائیل باشه و اینجا جلوگیری کنه آمریکاست. خب میبینیم بار هم گفتم خیلی از عملیاتی که اسرائیل در خاک سوریه انجام میده به نظر من با هماهنگی آمریکاست و سوریه جایی که آمریکا راحت‌تر میتونه گروه‌های مورد حمایت ایران رو بزنه، آزادی که تا الان در عراق نداشت. ولی برای من تغییری که الان در حملات آمریکا صورت گرفته، مثلا حمله‌ای که انجام دادن در قائم، من همینجا تو برنامه‌تون گفتم که قبلا گفتم که تمام حملاتی که صورت میده در خاک سوریه انجام میده، در خاک عراق انجام نمیده، همون در مرز بوکمال که صورت میگه در اون طرف انجام میده، به خاطر اینکه الان به خاطر اون حس ملی‌گرایی عراقی و اینکه بخواد اینو گروه‌های شبه نظامی علیه آمریکا و استفاده کنن و فشار بیارن به آمریکا که خارج بشه، این انجام نمیداد. ولی الان چیزی که داریم می‌بینیم وقتی القائمه میزنه، یعنی اون خط دیگه برای آمریکا مهم نیست و وارد زدن این گروه‌های میلیشیایی شده و اون گروه‌های میلیشیایی هم چون که فشارشون به آمریکا و حملاتشون به آمریکا بیشتر شده. حالا قبل از برنامه در مورد شهر سنی نشینی که در استان بابل بودن رو صحبت می‌کردیم، سحر جوف سحر، اون شهریه که الان آمریکا مراکز کتایب حزب الله رو زده، شهریه که بعد از 2014 قاسم سلیمانی و گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران که گروه های اصلا ساخته شده خود قاسم سلیمانی هستن، اومدن این شهر سنی نشین رو که بیش از 150 هزار نفر از جمعیت این شهر بود کاملا خارج از سکنه کردن. یعنی مردم این شهر رو مثل حالا ما خیلی در مورد غزه صحبت میکنن، اسرائیل میخواد مردم غزه رو بیرون کنه، آواره کنه، ولی کسی در مورد صحبت نمیکنه که 150 هزار
هزار سنی از این شهر بیرون شدن، رانده شدن و هر کسی هم بخواد برگرده میکشن. و قانونی که در این شهر گذاشتن، تنها شهر سنی نشین استان بابل و این شهر رو تبدیل کردن به یک پایگاه نظامی برای ساخت موشک، ساخت پهباد و ترینایی که گروهای کتایب حزب الله و این گروهای مورد حمایت ایران انجام میدن. چرا این مهمه؟ زدن این شهر توسط آمریکا علیه گروهای میلیشیایی که سنی ها رو بیرون کردن، اینجا احساسات سنی ها رو به نظر من به نفع آمریکا عوض خواهد کرد. کردها رو داریم که با آمریکا هم رابطه بهتری دارن، الان سنی ها رو هم داریم. پس کار برای گروه های شیعی و شیعه سودانی و حکومت مورد حمایت ایران و خود ایران برای اینکه بخوان تصمیم بگیرن قانونا گروه های آمریکایی رو از عراق اخراج کنن سخت تر میشه. برای همین هم هست به نظر من فعلا این منظره و این جنگ و درگیری ادامه خواهد داشت. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی در دانشگاه ویرجینیا تک. رویترز میگه حوثی های یمن به کارکنان آمریکایی و بریتانیایی سازمان ملل و سازمان های بشردوستانه مستقر در صنعا گفتن ظرف یک ماه کشور را ترک کنند. همزمان به گزارش فاینانشال تایمز، آمریکا از چین خواسته که با اعمال فشار جمهوری اسلامی رو وادار به مهار حملات حوثی‌ها بر کشتی‌های تجاری در دریای سرخ کنه. در این گزارش به نقل از مقامات آمریکایی اومده که کاخ سفید اخیراً بارها از چین خواسته که این پیام رو به ایران منتقل کنه که با حمایت حوثی‌ها به تنش در خاورمیانه دامن نزنه. فاینانشال تایمز در گزارشش به نقل از یکی از مقامات آمریکایی نوشته ظاهراً پکن تمایلی به دخالت در این موضوع نداره و اقدام جدی در این زمینه نکرده. 近期红海局势急剧升温，深表关切。 ما عمیقا نگران تشدید تنش‌ها در دریای سرخ هستیم. دریای سرخ یه مسیر مهم تجارت بین‌المللی برای کالا و انرژی. چین در ارتباط نزدیک با همه طرف‌های درگیر و تلاش‌های مثبتی برای کاهش تنش در دریای سرخ انجام داده. چین خواستار توقف آزار و اذیت کشتی‌های غیرنظامی و از طرف‌های مربوطه می‌خواد از تشدید تنش‌ها در دریای سرخ خودداری و به طور مشترک ایمنی خطوط دریایی در منطقه را مطابق با قانون حفظ کند. این نکته حائز اهمیته که تنش‌های شدید در دریای سرخ یکی از جلوه‌های بارز سرریز شدن در درگیری‌های غزه است. اولویت ما پایان دادن به جنگ غزه است. برای جلوگیری از تشدید بیشتر و جلوگیری از خارج شدن اوضاع از کنترل. در همین حال، از اونجا که شورای امنیت سازمان ملل هرگز به هیچ کشوری اجازه استفاده از زور علیه یمن را نداده، ما فکر می‌کنیم که حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای هممرز با دریای سرخ از جمله یمن باید مورد احترام قرار بگیره. چین آماده همکاری با همه طرف‌ها برای آرام کردن اوضاع در دریای سرخ و حفظ امنیت و ثبات در منطقه است. امیر چاکی، تحلیلگر مسائل بین المللی از برلین، به ما پیوست. آقای چاکی، این مشکل فقط آمریکایی ها و بریتانیا و غربی ها نیست، چینی ها هم به شکلی پاشون درگیر هست، برای که بسیاری از کالاهای چینی و مواد اولیه که بین اروپا و چین رد و بدل میشه ناچار هستش که از همین باریکه عبور بکنه. چرا فکر میکنید که همراهی کافی از سمت پکن دیده نمیشه؟ جان فرزاد، نکته بسیار مهمی رو مطرح کردید. من علاوه بر این میخوام بگم چین به طور کلی بدون فشار آمریکا زینف در آرامش تا در سرخ، به این دلیلی که در سالهای اخیر میلیاردها دلار سرمایه گذاری چینه در منطقه مصر و شمال آفریقا و دولت چین هم بنگاه‌های دولتی رو موظف کرد در قسمت لوجستیک و افزایش پتانسیل بندرهای منطقه تلاش بکنن و سرمایه‌گذاری کنن، هم نهادهای خصوصی، بانک‌های خصوصی رو موظف کرد که سرمایه‌گذاری کنن. ما می‌دونیم که در سرمایه‌داری خاص کمونیستی چین، دولت چین حتی با میلیاردرهای چینی هم رابطه خاصی داره و اونها درخواست‌هایشون رو انجام میدن. یعنی در حقیقت چین همانند حتی آمریکا زینف در آرامش. در این حال جالب اینو به دوست مخاطبان بدانن که حتی تأثیر گذاشته در تبادلات با روسیه، یعنی علاوه که روسیه کشور پهناوریه و در شرق و شمال شرقی با چین مرز میتونه از ترابری داشته باشه، چون بازار داخلی روسیه در اروپا قرار گرفته، منطقه اروپایی، همه الان تقاضاها متوقف شده. در این اینکه همونجوری که در گزارش شما اومده بود، چین بارها عدم رضایتش رو نسبت به دخالت های جنوبه اعلام کرده. اینو اشاره کنیم که حتی در طرح صلح که چین پیشنهاد داد برای روسیه و اوکراین، بخش مهمیش محکوم کرده بود حتی تحریم های یک جانبه. میخوام بگم چین همانند ایران یک سری منافع فرامنطقه‌ای دارن
یعنی آنچه که آمریکا مراجعه میکنه به چین، ما میدانیم که دسترس به بین الملل نه رابطه دوستانه معنی میده نه رابطه صمیمانه و عاشقانه، حرف از منافع ملیه. آنچه که بین چین و آمریکا در سالهای اخیر داره میگذره از زمان اوباما، ترامپ و الان بایدن، علیرغم اینکه هر دو شرکای جدی همدیگه هستن، منافع دیگه ای هم مطرحه. من فکر میکنم برای تاثیرگذاری چین، که من معتقدم چین میتواند تاثیرگذار باشه حتی بر اقدامات حوثی ها، دو نکته هستش. یه نکته که ایران هم یک بازیگریه که باید منافع خودش رو ببینه. امیدواریم که جمهوری اسلامی منافع ملی رو ببینه نه منافع ایدئولوژیکو. دوم در کنار این مطلب، جنگ غزه است. واقعا حتی بدون حملات حوثی ها به کشتی ها این منطقه ناامن بود و افزایش پیدا کرده بود همه هزینه لوجستی، به خصوص حالا که تا دو برابر شده مسیر عبورشون و 90% کشتی های کانتینر بر امتناع کردن از کانال سوئز و از طریق دوزن آفریقا حرکت میکنن و تا حالا 3 برابر شده قیمت کانتینرها. البته اشاره کنم در زمان پاندمی و کووید 19 تا 15,000 دلار هم افزایش پیدا کرده، الان حدود 5,000 دلار شده به جای 1500 از چین اگه بخواد بیاد به طرف اروپا. اینجا بعد اشاره کرد که در این حال امکان پذیر نیست، واقعیانه نیست که ما فکر کنیم که میتونه امنیت با فشار چین هم ایجاد بشه. این باید توجه کرد که حوثی ها عادت کردن به همه حملات و تخریب ها و نابسامانی مردمانشون، در اینکه جناب فرزاد حوثی ها شرایطی برای یمن پیشنهاد ندادن. آنها میدونیم که مطرح کردن جنگ غزه رو، یک رابطه بین اینها وجود داره و موافقم با تحلیلگر در برنامه در گذاشته قبلیتون که واقعا دولت بایدن یک نوع با مشت آهنین میاد جلو بعد آغوش باز میکنه. من فکر میکنم که اگر به جای این مشت آهنینی که سریعا شروع کرد در این حال به مذاکرات ادامه میداد، الان شرایط بهتری داشت. حوثی ها متوجه شدن که این حرکتشون جواب داده و ادامه بسکه معاملاتی داره که کشورهای از جمله میخوام اضافه کنم که نقش ترکیه را کم میگیرن. ترکیه هم میتونه بازیگر دیگه ای باشه برای ارتباط با حوثی ها و ایران. ممنونم از شما امیر چاهکی، تحلیلگر مسائل بین الملل از برلین. قطر انرژی، شرکت دولتی تامین کننده گاز طبیعی مایع، میگه تحولات دریای سرخ ممکنه نقل و انتقال گاز به مشتریان اروپایی این شرکت رو مختل کنه. پیشتر بلومبرگ هم از تأخیر در ارسال محموله‌های گاز طبیعی مایع قطر به اروپا خبر داده بود. حدود یک ماه پیش نخست وزیر قطر از عواقب حملات حوثی‌ها به مشخصا انتقال محموله‌های گاز طبیعی مایع هشدار داده بود. از شروع حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ، شماری از شرکت‌های حمل و نقل مجبور شدند به جای عبور از دریای سرخ و کانال سوئز از مسیر دماغه امید نیک آفریقای جنوبی عبور کنند. رویترز میگه در کنار نفت و گاز، صنایع شیمیایی کشورهایی مثل آلمان تحت تاثیر بحران دریای سرخ قرار گرفتن. نقش زنجیرهای تامین اطمینان از برآورده شدن نیازهای مردمه، اما در حال حاضر این زنجیرها به این دلیل که کشتی ها باید از مسیر دماغه امید نیک عبور کنن دچار ناپایداری شدن. مواد اولیه‌ای که ما بهش نیاز داریم حالا زمان بسیار بیشتری برای رسیدن لازم دارن. این وضعیت هیچ راه حل کوتاه مدتی نداره. ما مجبوریم زمان بیشتری رو در نظر بگیریم و برای اینکه مشتریامون رو تو شرایط فعلی راضی نگه داریم، مجبوریم کالاها رو بینشون تقسیم کنیم. همه اینا بدین معناست که کالایی که مشتری دریافت میکنه بسیار کمتر از چیزیه که نیاز داره. با امید شکری، کارشناس نفت و انرژی، اینجا در استودیو با ماست. نفت، ببخشید، گاز مایع قطر چیزی نیستش که اروپایی‌ها به این راحتی بتونن ازش بگذرن، به خصوص با توجه به خصومت‌هایی که الان با فدراسیون روسیه وجود داره و کاهش صادرات انرژی از روسیه به اروپا. LNG قطر بالاخره یک اکسیژن است برای اقتصاد اروپایی‌ها. چقدر فکر می‌کنید که می‌تونن بدون واکنش ادامه بدن به شرایط در دریای سرخ؟
بله، باید اشاره بکنم که در سال گذشته قطر بیش از 75 میلیون تن LNG صادر کرد که تقریبا 16 میلیون تن راهی اتحادیه اروپا و 56 میلیون تن راهی بازار شرق آسیا، کره جنوبی، چین و ژاپن شد. و با توجه به اینکه در دوران کرونا و بحران انرژی اتحادیه اروپا به خاطر اون جنگ اوکراین و حمله روسیه به اوکراین مجبور شد که واردات غاز طبیعی و LNG رو از روسیه به حداقل برسونه و LNG قطر یکی از آلترناتیوهایی بود که اروپا میتونست امنیت انرژی خودش رو تا حدی از وابستگی به روسیه ببرده در بحران اون بحران انرژی کاهش بده و LNG قطر نقش بسیار مهمی در این دو سال در امنیت انرژی اروپا ایفا کرد. اگر به سوال شما برگردم، تحقیق رویترز نشون داده که با توجه به تداوم حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها و به ویژه اون مسیرهای انتقال انرژی، شرکت‌های کشتیرانی ترجیح میدن که از مسیر دیگری، یعنی تنگره دور بزنن و از دماغه امید نیک جنوب آفریقا به بازار مقصد برسن و این باعث میشه که بین 8 تا 19 روز مسیر طولانی رو طی بکنن. در مورد حمله LNG باید اشاره بکنم که هر تانکر که بخواد از مسیر دماغه امید نیک به بازار مقصد برسه بین 1 تا 1.3 یورو بر هر مگاوات انرژی که از LNG تولید میشه اضافه میشه، یعنی به معنای افزایش قیمت تمام شده انرژی برای مصرف کننده نهایی در اروپا خواهد بود. بزرگترین شانس که اروپا در شرایط فعلی اون رو داره، در این دو سال توانستن منابع خودشون رو متنوع بکنن و تا حد ممکن تونستن از بازار آزاد LNG خریدار بکنن و اکثرا کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و برخی کشورهای صنعتی اروپایی دیگه غرب اروپا تونستن ذخیره LNG خودشون رو در حد ماکسیمم نگه دارن و باعث میشه که تا کنون این حملات و تداوم تنش در دریای سرخ نتونه امنیت انرژی اینها رو در شرایط فعلی با خطر جدی روبرو بکنه و این به معنی نیست که اگه شرایط ادامه پیدا بکنه صنعت امنیت انرژی و صنایع شیمیایی که در گزارش هم به شرکت مثل آلمان دچار ضرر نشه، ولی به خاطر همون بحران انرژی و این تجربه که کشورهای اروپایی در این دو سال پیش دست یافتن و تکمیل ظرفیت ذخیره LNG و غاز طبیعی باعث شده که فعلا در ژانویه و حتی فوریه اروپا بتونه بدون تنش خاصی در انرژی خودش منابع مورد نیاز رو از قطر و سایر کشورها تامین بکنه. کسی که این وسط تقریبا سکوتش خیلی مشخص است خود قطری ها است. چرا فکر میکنید که اونها واکنش نشون میدن؟ شاید برای اونها مهم نیست، برای اینکه میگن بالاخره مصرف کننده نهایی در این مورد خاص اروپایی ها بالاخره این انرژی رو نیاز دارن و هزینه اش هم حتی اگر بالاتر بره چه بیمه‌اش چه مسیر رفت آمدش متوجه مصرف کننده نهایی است. سوال بسیار خوبی مطرح کردید. باید اشاره بکنم که تا به امروز که از تقریبا 22 دهه از قطر از پارس جنوبی که میدان مشترک با ایران هستش داره انرژی صادر میکنه، تا به امروز کمترین شکایتی از سوی مصرف کنندگان از قطر برای قیمت LNG و زمان تحویل LNG مشاهده نشده و قطر خودش به عنوان تامین کننده مورد اعتماد طرف مصرف کننده نشون داده. و با توجه به اینکه در تابستان گذشته قطر تونست بیش از 30 میلیارد دلار برای افزایش 70% ظرفیت تولید LNG خودش از همه کشورهای غربی و حتی چین جذب بکنه و قراردادهای بلند مدتی رو با این کشورها امضا کرد که بازار مصرف خودش رو هم در این کشورها در دهه آینده قطعی بکنه، قطر کمترین دغدغه‌ای از نه در بحران فعلی نه در بحران‌های آینده نداره. به خاطر اینکه هم بازار مصرف خودش رو گارانتی کرده و تا به امروز همیشه امنیت و رضایت مشتریان خودش رو از شرق آسیا تا اروپا برآورده کرده. به این خاطر قطر فعلا در خیال شرایط فعلی دغدغه از بابت تداوم تنش در دریای سرخ نداره و چون قراردادهای بلند مدتی با طرفای مصرف کننده به ویژه اروپا امضا کرده و با توجه به تداوم جنگ اوکراین و اینکه قطر مطمئن به این زودی روسی نمیتونه به بازار اروپا برگرده و چون پای خودشون محکم گذاشته به قول معروف، از این لحاظ قطر میتونه با خیال راحت به کسب درآمد از پارس جنوبی ادامه بده. و من ماه پیش مقاله برای بخش انگلیسی ایران اینترنشنال نوشتم که در شرایط معمولی با توجه به تداوم و بحران انرژی در ایران یکی از مشتریان آینده LNG قطر خواهد بود. ممنونم از شما امید شکری، کارشناس نفت و انرژی اینجا در استودیو با ما. شرکت مایکروسافت میگه کارشناسان برجسته حوزه منطقه‌ای خاورمیانه هدف حمله هکرهای قرار گرفتن که احتمال میره با جمهوری اسلامی و مراکزی در تهران مرتبط باشند. بر اساس این گزارش کارشناسان در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی آمریکا، بریتانیا، بلژیک، فرانسه، اسرائیل و حتی غزه هدف این حملات سایبری بودند. در این گزارش آمده که یکی از زیرمجموعه‌های گروه هکری مینت
سندستورم از ماه نوامبر با استفاده از یک طرح فیشینگ این کارشناسان رو هدف قرار دادن. فیشینگ شامل ارسال لینک ها یا فرم های فریبنده به افراد برای وادار کردن اونها به افشای اطلاعات شخصی در فضای مجازی. سحر تحویلی کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استکهلم با ما است. یکم بیشتر درباره شیوه فنی کار این هکرها به ما بگید که چطور چنین کاری رو انجام دادن. ببینید، گزارش مایکروسافت چند نکته اساسی داره. یکی اینکه اسم سپاه پاسداران به شکل واضحی در گزارش اومده و این گروه‌ها رو منتسب به اون دونسته. این نشون میده که هم شدت و هم گسترده این فعالیت‌ها رو در فضای مجازی نشون میده و اینها گفته شده که از روش بکدور استفاده کردن. بکدور اصولاً به روش‌هایی گفته میشه که یک نقص امنیتی در سیستم پیدا می‌کنن یا به شکلی نفوذ به یک سیستم می‌کنن و حالا یا برای مدت طولانی در اون سیستم می‌مونن، اطلاعات افراد رو می‌دزدن یا مانیتور می‌کنن. اما نکته مهمتری که در گزارش مایکروسافت بود این بود که گفته بود این کمپین مهندسی اجتماعی که در واقع برای به دام انداختن و فریب دادن این افراد انجام شده خیلی وسیع بوده و خب بسیار هم مثل که قدمت طولانی داره. این مهندسی اجتماعی در موردش قبلا هم صحبت کردیم، روش هایی هستش که سعی میکنن از اطلاعاتی که حالا افراد خودشون از خودشون در فضای مجازی میذارن، چه تعاملی که با بقیه کاربرها در فضای مجازی دارن، معمولا سازمان‌های اطلاعاتی گروه یا از طریق گروه‌های هکری حالا خودشون اینها رو بررسی می‌کنن و الان با پیشرفت‌های هوش مصنوعی خب یکم راحت‌تر هم شده برای اینکه بدونن که افراد رو از چه طریقی میتونن فریب بدن، حالا از طریق علایقشون، مثلا یک ایمیل فرستاده شده به افراد، به هر فردی شخصی سازی شده کاملا، یعنی ایمیلی که من دریافت کردم لزوماً ایمیلی نبوده که شما دریافت می‌کنید، ولی همه ایمیل‌ها یک فایل پیوست داشتن که اون چیزی که ما می‌دیدیم مثل یوزر در واقع یک فایل PDF بوده، ولی به محض اینکه اون فایل دانلود می‌شده یا یک فایل زیپ بوده که اون رو دانلود می‌کردید سیستم آلوده می‌شده و اونها وارد سیستم شما می‌شدن. حالا ببینیم چند تا ایمیل برای چند نفر شخصی سازی شده، فرستاده شده با یک اتچمنت و افراد اونها رو باز کردن، ببینیم محتویات اون چقدر شخصی سازی شده بوده به نسبت به علایق افراد. چه نشانه‌هایی پیدا کردن که ارتباط این هکرها رو با نهادهای امنیتی ایران تطبیق بده؟ روشی که استفاده کردن، افرادی رو که مورد هدف قرار دادن و اطلاعاتی که دزدیدن از افراد، به هر حال این ببینید در ایران گروه‌های امنیتی مختلفی دارن کار می‌کنن، ولی این رو به هر حال مایکروسافت در زمره فعالیت‌هایی که سپاه پاسداران انجام میده گذاشته به همون دلایلی که اشاره کردم و اولین بار هم نیست. روش‌های مختلف بوده در طول زمان، هی اینها رو به روز رسانی کردن، دیولپ کردن، علارغم اینکه ایران از ضعف امنیت سایبری در زیرساخت‌ها و حفاظت از اطلاعات شهروند نان به هر حال رنج می‌بره، ولی در حالت ارتش سایبری و فعالیت‌های اکانت‌های جدید در فضای مجازی بسیار فعال هست. یعنی ببینید الان مایکروسافت حتی گروه‌های امنیتی مختلف در ایران رو هم طبقه‌بندی می‌کنه و یک فعالیت رو منتسب به یک گروه می‌کنه. این رو به هر حال وظیفه‌ای هستش که بر عهده هر فردی در فضای مجازی هست، به خصوص افرادی که شناخته شده هستن، که چه تعاملی با این اکانت‌های جدید در فضای مجازی دارن که متأسفانه متعلق به گروه‌های سایبری هست. ممنونم از شما. سحر تحویلی کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استکهلم. اعدام محمد قبادو، معترض 23 ساله و فرهاد سلیمی، زندانی عقیدتی کرد، بعد از 14 سال حبس واکنش‌های داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای رو به دنبال داشته. بعد از اون که نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، از اعتصاب غذای 61 زندانی زن در زندان اوین خبر داد، توماج صالحی، خواننده رپ زندانی، هم اعلام کرد در اعتراض به اجرای این احکام اعدام اعتصاب غذا می‌کنه. زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز هم که در حصر خانگی به سر میبره، در واکنش به اجرای گسترده احکام اعدام در ایران گفته حاکمان دریای خون رو در سراسر کشور جاری کرده و فرزندان ایران رو میکشن، اما طولی نخواهد کشید به گفته او که خودشون در این دریای خون غرق میشن. سعید دهخان، وکیل دادگستری و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران از تورنتو، با مساق دهخان خیلی روشن هستش که دو روز بعد از این اعدام‌های هولناک، واکنش‌ها رو به کاهش نه تنها نیست، بلکه از طیف‌های مختلف سیاسی داریم می‌بینیم که چقدر متأثر شدن از این دو اعدام. بله دقیقاً، مخصوصاً واکنش‌هایی که در داخل ایران هست و میشه تقسیم بندی کرد به سه دسته. دسته اول واکنش‌هایی که از سوی عده قلیلی از طرفداران حکومت در واقع داده شده و صادر شده که نشون میده که مثل پدر روح الله عجمیان ظاهراً راضی نیستن به این کشتن‌ها و تعداد اندک می‌دونن.
و تازه حمایت هم میکنن. دسته دوم کسانی هستن که اگرچه وابسته به نظام نیستن اما همبسته یا همدل با نظام هستن، در لوای مباحث حقوقی سیاسی حرفایی میزنن که دل به دل قوانین قرون وسطایی حکومت میده و انگار نه انگار که مردم ایران از قوانین فقهی و قرون وسطایی عبور کردن، اونها شاخ و برگ میدن به مفاهیمی که کاملا قرون وسطایی مثل باقی یا برق، محارب و افساد فلعرض، مواردی که حتی خود رهبر هم ازش عبور کرده و تلاش میکنه به جای محاربه عملا به قصاص رو بیاره در نوک پیکان و انتقام خصوصی رو بهش دامن بزنه و به نام قتل مخالفان خودش رو بکشه، با این توضیح که حتی قصاص هم از سوی حکومت به جای اولیای دم، خود حکومت انگار اولیای دم رو جایگزین اولیای دم شده و به جای انتقام خصوصی داره انتقام حکومتی رو از طریق قتل به نام قصاص دامن میزنه. اما خب بخشی از واکنش ها از سوی بعضی از کسانی که حتی حقوقدان هم هستن در این زاویه میگنجه که قابلیت بحث و تجزیه تحلیل فراوان داره که الان وقتش نیست. واکنش دسته سوم بسیار تاثیرگذاره، مثل 61 زن زندانی نرگس و دیگران و همجور همراهی خانواده سفید قلیان، توماج، مهدی یراهی و خیلی های دیگه که فردا اعتصاب غذای جمعی دارن انجام میدن که شاید در بهترین موقعیت جامعه مدنی ایران باشه که با این واکنش ها همدلی بیشتر نشون بدن و از اون فضای سکوت خارج بشن، چون در واقع این وضعیتی که داریم در ایران میبینیم در مقطع فروپاشی حقوقی هیچ کدوم بر مبنای قانون نیست، واکنش ها باید خیلی جدی تر باشه. اما واکنش ها در عرصه بین المللی به نظر من الان شاید چالش برانگیزتر باشه، برای اینکه من سه روز پیش هم وقتی خبردار شدم از ژنو، کمیسریای حقوق بشر توییت کردم و گفتم که خانم ندا النشیب معاون کمیسر عالی حقوق بشر در آستانه سفر به تهران تو این شرایط، یعنی البته این سفر دو روز قبل از اعدام فرهاد سلیمی و محمد قبادلو تنظیم شده بود، خبری هم نکردن، شاید تا فردا هم داریم تلاش میکنیم لغو بشه، ولی اگر خانم ندا النشیب برن ایران در چنین شرایطی احتمالاً کمک میکنن به نمایش جمهوری اسلامی برای اینکه بگن همه چی عالیه، همه خوشبختن، و بعد از این طریق لابی کنه برای توقف مأموریت کمیته حقیقت‌یاب که در مورد این مسئله اگه فرصت باشه باید بیشتر صحبت بکنیم. ممنونم از شما. سعید دهخان، وکیل دادگستری و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران از تورنتو. سایت حسن روحانی رئیس پیشین دولت جمهوری اسلامی از رد صلاحیت او برای نامزدی در مجلس خبرگان خبر داده. حسن روحانی در اعتراض به رد صلاحیتش گفته چرا دلایل رد صلاحیت با مردم در میان گذاشته نمیشه. به رغم اعلام این خبر در چند رسانه داخلی، سخنگوی شورای نگهبان رد صلاحیتش رو تایید نکرده و گفته هنوز اسامی داوطلبان به وزارت کشور اعلام نشده. حسن روحانی سه دوره پیاپی برای حدود 24 سال عضو مجلس خبرگان بود. انتخابات این مجلس در 11 اسفند برگزار میشه. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان با مصاحبه. مهدوی آزاد، چه تصویری این به ما میده از اینکه چه کسانی معتمد به نظام الان هستند و نیستند؟ اگر حسن روحانی که در شورای عالی امنیت ملی بوده، رئیس جمهور بوده، اصلا در همین مجلس خبرگان حضور داشته رو رد صلاحیت میکنن، دیگه چه کسی باقی مانده در داخل نظام؟ بله، یه تحلیل رایجی هست که همه گفتند و میگم یکی از ابعاد اصلی تصویر و پیام حکومت از این رد صلاحیت، منتها یک نکته پنهان هم این ماجرا داره. ببین، اگر برگردید به سال 1976، 25 سال پیش که تازه جنبش اصلاحات شروع شده بود، میگفت ما به نظام معتقدیم، به ولایت فقیه معتقدیم، منتها چیزایی رو اصلاح بکنیم. اگر شما می‌خواستید 4-5 تا چهره شاخص ضد مردم، ضد اصلاح طلبان، اصولگرا، طرفدار علی خامنه‌ای معرفی کنید، حتما یکیش علی لاریجانی بود، به یقین یکیش علی لاریجانی بود، به یقین یکیش مصطفی پورمحمدی بود. مصطفی پورمحمدی معاون وزیر اطلاعات بود تو ماجرای قتل‌های زنجیری، اسمش خیلی اومد وسط که دست داشته در قتل‌ها. حتما یکیش علی اکبر ولایتی اصولگرا بود، حتما یکیش هاشمی رفسنجانی بود، و خب البته آقای حسن روحانی که دبیر شورای امنیت ملی هم بود. اولین موج اعتراضات رسمی مدنی در ایران مال جنبش دانشجویی سال
1378 آقای روحانی در نماز جمعه اومدی سخنرانی خیلی معروف کرد که البته در انتخابات ریاست جمهوری اصولگراها این ویدیو رو علیه خود او استفاده کردن و خب البته او مال گذشته است و تغییر جهت داد توی بخشه منتها توی این ویدیو اومد ما دانشجو رو قطع میکنیم مردم مخالفین رو قطع میکنه انگشتش هم اینجوری نشون داد. ببینید کار به جایی رسیده که الان که با هم صحبت میکنیم مصطفی پور محمدی هم رد صلاحیت شده، یعنی مصطفی پور محمدی که معاون وزارت اطلاعات بود یه چهره شاخص قتل‌های زنجیره‌ای بود وزیر کشور نزدیک او هم رد صلاحیت شده. کار به جایی رسیده که علی اکبر ولایتی دارم هم اسم بزرگ 25 ساله پیش میگم از حکومتی ها علی اکبر ولایتی تلویزیون بهش میگن قاتل بچه حزب الله است تلویزیون توی خرابش میکنه. هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت میشه، حسن روحانی رد صلاحیت میشه، علی لاریجانی در انتخابات قبلی میگم سال انتخابات سال 76 کرستاد که علی لاریجانی توی صدا و سیما بود علی همه پرونده ساخت یا شد بعدش یا بود علی همه پرونده ساخت نمیدونم او هم رد صلاحیت میشه. ببینید ما یک حکومتی رو داریم میبینیم بدون که شاید خودمون متوجه نیستیم، شاید مثلا مردم داخل ایران مثل میگن قورباغه رو توی آب داغ کن، شما اگه مثلا آب داغ باشید بیفتید توی ظرف آب و زیر آب داغ کنن آرمان داغ باشه متوجه نمیشید کم کم حرارت آب داره میرسه به جایی که میکشه شما رو. در 25 سال اخیر حکومت به شدت افراطی تر شده. در 25 سال اخیر اتفاقی که افتاده نیروهای آدمکش جنایتکار حکومت هم حتی دیگه خودی محسوب نمیشن و حذف شدن و جریانی سر کار اومده به اسم حالا جریان اصولگرایی یا غیره که هیچ اصلی هیچ خط قرمزی هیچی نداره. این یک ساختار مافیایی است مثل جنگ‌های مافیایی. برگردید به سیسیل جنگ‌های مافیایی اون که از همه آدمکش‌تره مسلط میشه. دور ساختار ایران اینطوری میشه. یک نکته ای و حسن روحانی گفته که دو گروه الان به دنبال حضور حداقلی در انتخابات هستند، هم حاکمیت و هم مردم. این چه تصویری به ما میده از وضعیت امروز جمهوری اسلامی؟ بله ببینید مطلق در واقع انداخته به طرفداران طرفداران تحریم انتخابات میگه اکثریت مردم و میگه که اینجا با شما حکومت هم‌نوا شدید. خب پروژه سیاسی های روحانی این است که میگه باید در انتخابات شرکت کنیم. بیانیه که امروز هم داد این است که میگه با اینکه من رد صلاحیت شدم باز باید در انتخابات شرکت کنم. تردیدی وجود نداره که آقای روحانی به هر حال حافظ نظام هست و میخواد حکومت بمونه. آقای روحانی اپوزیسیون نیست، انتقاد داره به سیاست خارجی علی خامنه‌ای، موی دماغ علی خامنه‌ای هست درسته، منتها اپوزیسیون نیست، اصلا یکی از دست که سهامداران جمهوری اسلامی، یکی از سهامداران نظم سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی. آقای روحانی 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، بغیر از اون 8 سال که همیده رئیس جمهور بوده 22 سال عضو مجمع تشخیص بوده، اگر با اون 8 سال ریاست جمهور حساب کنیم 30 سال عضو مجمع تشخیص بوده، 3 دوره عضو خبرگان بوده 3 تا 8 سال 24 سال 5 دوره مجلس بوده. میدونید اساسا بنیاد جمهوری اسلامی توی یه سری از چیزا آقای روحانی پیش قراول، مثلا نام امامو با افتخار گفته، امام خمینی روح الله خمینی میگن، اون میگه اولین بار من درست کردم و ظاهرا ادعاش هم درست است، اولین بار او درست کرده. یا در خاطرات شما این مسئله اجباری کردن حجاب خودش یکی از پیش قراولان فعلی میدونه، برای اون یکی از بنیانگذاران و معماران نظم فعلی سهامداران جمهوری اسلامی است. طبیعتا میدونه این روند به سمت درگیری بزرگ خواهد رفت، فروپاشی یقینی حکومت. البته این روند خشم عمومی ایجاد میکنه، این روند وقایع غیر پیش بینی میکنه، خطرناکه، بخوام مسئولیتش با علی خامنه ای است. این که میگه در انتخابات شرکت کنیم به حال از اون منظری که دارم میگم با من یک سهامدار نمیخواد نظم حکومت به هم بخوره. منتها خب حرفش خنده داره که انتخابات رو تبدیل بکنیم به رأی اعتراضی. اصلا مضحکه اینقدر که شما بدید انتخابات شرکت کنید بعد آرای مشارکت رو بالا ببرید، علی خامنه‌ای به پوز بده بگه که برای اینا اومدم به نظام رأی دادم، بعد اینجوری بتونید اعتراض کنید. اصلا مضحکه ایدش و اینم یک از نشانه های انسداد سیاسی در ایران هست. راهکاری به غیر از کسانی که دیگه حاضر نیستن مماشات کنن با قدرت، دیگه حاضر دیگه گوشه چشم به اون پوله یا صندلی ندارن و تکلیفشون روشنه، اونایی که اون وسط میخوان همچنان بازی بکنن با اینکه هیچ راهکاری ندارن و در انسداد کامل سیاسی هستن. ممنونم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در بن آلمان. اینجا در آمریکا دونالد ترامپ در انتخابات دور مقدماتی جمهوری خواهان در ایالت نیو همشایر هم پیروز شد. ترامپ با 54% آرا تونست از مرز 43% خانم هیلی عبور کنه. این دومین پیروزی ترامپ در انتخابات درون حزبیه بعد از کنارگیری راند سنتز فرماندار فلوریدا. رقابت‌های انتخاباتی درون حزبی جمهوری خواهان به یک نبرد دو نفره بین هیلی و ترامپ تبدیل شده. دسانتس که روزگاری از او به عنوان بهترین شانس جمهوری خواهان برای عبور از ترامپ نام برده می شد چند روز پیش به نفع رئیس جمهوری پیشین آمریکا کنار کشید، اما حالا نیکی هیلی با وجود باخت میگه به رقابت ها ادامه میده. نیو همشایر اولین ایالته و آخرین ایالت این رقابت ها نیست.
این رقابت خیلی طولانیه و هنوز تموم نشده. ده ها ایالت دیگه باقی مونده. و ایالت بعدی ایالت دوست داشتنی من کارولینای جنوبی است. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا با ماست. آقای گوهرزاد، میدونم که خانم نیکی هیلی نسبتاً خوب ظاهر شد، چه در آیوا چه حالا در نیو همشایر در مقابل آقای ترامپ، ولی واقعاً چه مسیری برای او وجود داره؟ ایالت بعدی ایالتی هستش که او فرماندارش بوده، کارولینای جنوبی، و اگر اونجا به بازه که همه نظرسنجیانش رو میدن آقای ترامپ اونجا پیشتاز هست، رسوایی بزرگتری برای او خواهد بود، اینطور نیست؟ درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه و درود بر بینندگانتون در سراسر گیتی. ببینید خانم هیلی همونطور که شما اشاره کردین درست ظاهر شد، عددها هستن که حکومت میکنن. یعنی اگر آقای ترامپ در آیووا توانست او 20 دلیگیت رو جذب بکنه، در این نیو همشایر که اولین بوده و به قول خانم هیلی آخرین نخواهد بود، 22 تا قابل عرضه بود که از این 22 12 تا رو آقای ترامپ به عهده گرفت و 10 تاش به خانم هیلی رسید. به این ترتیب نسبت هنوز نشون میده که خانم هیلی باقی خواهند بود و این بستگی به کسانی داره که از ایشون از نظر مالی دارن حمایت میکنن. خب کارولینای جنوبی 50 امتیاز داره، با اینکه آقای ترامپ در اونجا جلوتر هست و سناتور اون ایالت هم اومده از آقای ترامپ پشتیبانی کرده، آقای اسکات، ولی باز هم خیلی عددی بیره عدد خواهد بود که به نفعش خواهد بود که باقی بمونه و در این انتخابات باقی خواهد بود. برای اینکه 24 فوریه رو هم بگذرونه خانم هیلی، به 5 مارچ میره که در اونجا شمار ایالت ها بالاست و همانند همین رفتاری که خانم هیلی همکنون از رای دهندگان ایالت نیو همشایر انتظار داشت، در اونجا هم همچین اتفاقی رو انتظار داره که بعد از کارولینای جنوبی در 5 مارس در این سه‌شنبه بزرگ شاهد باشه. باید منتظر بود. آقای ترامپ دوست داره پایان قضیه باشه. خانم هیلی گفتن که این انتخابات انتخابات تاجگذاری نیست، کسی نمیخواد پادشاه بشه که بهش تاجگذاری بگه. ضمن اینکه ایشون تلاش کردن از آقای ترامپ پشتیبانی بکنن و هیچ گونه لفظ بد و کلام بدی رو به کار نگیرن، که من اسم اینو میذارم برای آینده خود پیش بینی کردن، چه آقای دسانتیس چه ایشون، همه میخوان برای آینده خودشون ببینن که در این آینده چه شغلی خواهند داشت. و به این ترتیب این رقابت تنگاتنگی خواهد بود، به ویژه در 5 مارچ. سخنرانی هر دوتاشون بعد از پایان که نه، بالاخره اعلام نتایج اولیه رأی‌گیری در نیو همشایر جالب بود. هم خانم هیلی با اینکه بالاخره با فاصله دو رقمی شکست خورده از آقای ترامپ، سخنرانیش طوری بود که انگار پیروز بود، و هم آقای ترامپ هم زمان زیادی رو اختصاص داد به حمله کردن به خانم هیلی به جای اعلام پیروزی. ببینین داستان این هستش که هر دوی اینها میدانند که رقیب اصلی که باید باش مبارزه کنن آقای بایدن در انتخابات نوامبر، برای همینه که روی این مسئله تلاش میکنن که به یکدیگر کمتر حمله بکنن و دامنه رو گسترده نگه دارن برای انتخابات نوامبر که در برابر آقای بایدن خواهن بود. به این ترتیب هر دو فرد، یعنی هم آقای ترامپ و هم خانم هیلی، چشمشون به اون روزی است که میخوان با آقای بایدن مبارزه کنن. چقدر فکر میکنید که اگر آقای ترامپ، میدونم که احتمال ضعیفی است در این مقطع، ولی بالاخره خانم هیلی داره به رقابت ها ادامه میده، اگر آقای ترامپ در کارولینای جنوبی یا در ادامه رقابت ها در آریزونا، در نوادا که خیلی بعید هست، ولی فرض بکنیم اگر شکست بخوره از رقابت ها بیرون بره، یا یکی از پرونده های قضاییش به جایی برسه که او رو از دور انتخابات حذف بکنه، ممکنه به عنوان کاندیدای سوم وارد بشه، یا اصلا اصولا به ضرر جمهوری خواهان باشه، چون بسیاری از طرفداران او در اعتراض به عدم حضور او در انتخابات بایکوت بکنن انتخابات رو.
ببینین سخنتون بسیار پرسش اساسی رو مطرح میکنه برای شرایط آمریکا. آمریکا یک بار این مسئله در 1968 در شیکاگو برای حزب دموکرات رخ داد که یک فاصله در درون حزب رخ داد و اینها نمیخواستن دو سوی ماجرا بپذیرن. این اتفاق میتونست در 2016 هم برای حزب دموکرات بیفته با حضور خانم هیلاری کلینتون، ولی دیدیم که این از این گذر کردن. آقای ترامپ همکنون فکر میکنه که باید برنده انتخابات باشه. فراموش نکنیم 1215 عددی که ایشون لازم داره به این سرعت به دست نخواهد اومد، ولی اون چه که تعیین میکنه تکلیف حزب است. تمام بزرگان حزبی در کنار ایشون قرار گرفتن، چون الان مسئله حزب در برابر حزبه، یعنی حزب دموکرات در برابر حزب جمهوری خواه. به این ترتیب به نظر میرسه که خانم هیلی هم اگر از مسائل کنار بره بیاد در کنار آقای ترامپ قرار بگیره و به اون کمک کنه. دادگاه ها هم اگر آقای ترامپ رو به نوعی کار رفتار بکنن که نتونه ادامه بده انتخابات رو، ولی به صورت کاندیدای سوم نخواهد آمد، نخواهد توانست بیاد. آمریکا هنوز از نظر سیستمی که وجود داره سیستمی است که در اون دو حزب بزرگ برتری دارن. ده حزب در انتخابات شرکت می‌کنند، ولی این دو حزب هستن که تعیین کننده تکلیف ماه نوامبر میشن. به این ترتیب باید منتظر بود بویژه برای ماه مارس و این جهتگیری ها و سمتگیری هایی که در درون هر دو حزب برای این انتخابات 2024 وجود داره. 2024 فراتر از این است که فقط برای رئیس جمهور باشه، انتخاباتی است که در اون سنا تعیین تکلیف خواهد کرد، انتخاباتی است که مجلس نمایندگان تعیین تکلیف خواهد کرد، و بدون این دوتا نمیشود در انتخابات نوامبر یک کتاز. ممنونم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا. عربستان سعودی در حال آماده سازی برای باز کردن اولین فروشگاه الکل در ریاض، پایتخت این کشوری که به طور انحصاری به دیپلمات‌های غیر مسلمان خدمات ارائه می‌کنه. مشتریان برای دریافت یک کد ترخیص از وزارت خارجه باید از طریق یک برنامه در تلفن همراهشون ثبت نام کنند. افتتاح فروشگاه جدید الکل بخشی از برنامه چشم‌انداز 20C محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد این کشور. هدف این برنامه کاهش وابستگی به صادرات نفت و توسعه منابع درآمد جدید از جمله گردشگری. مدیر یک بار که نوشیدنی‌های بدون الکل اما در لیوان‌های مخصوص مشروبات الکلی سرو می‌کنه میگه با وجود دلایل فرهنگی و مذهبی استقبال از این بار بیشتر از میزان تصور بوده. Honestly, wasn't the right reception that we expected. راستشو بخواید این استقبالی نبود که ما به دلایل مذهبی انتظارشو داشتیم. نشستن در چنین باری برای خیلی ها آسان نبود، چون حتی اسم بار به نوعی ممنوع بوده. به دلایل فرهنگی و مذهبی زیادی بهش اشاره نمیشه، اما ما تو این مدت شاهد تغییرات زیادی بودیم. در عرض 6 ماه کسانی رو دیدیم که مرتب میان اینجا. الان دارید میبینید که اینجا چه وضعی داره، میبینید که مردم میان و میخوان کنار بار بنشینن و با بقیه صحبت کنن. این چیزیه که یه سال پیش نمی‌دیدید. همکارم راضیه دانش اینجا در استودیو با ماست. می‌دونم که همین الان هم دیپلمات‌ها در کشورهایی که مصرف مشروبات الکلی ممنوعه مثل عربستان سعودی، مثل ایران، در داخل سفارت‌ها و کنسولگری‌ها مشروبات الکلی دارن در مهمانی‌های خصوصیشون استفاده می‌کنن. چقدر به نظر میاد که این افتتاح فروشگاه الکل برای دیپلمات‌ها فقط یک دریچه اولیه باشه که شرایط رو باز بکنن برای توریست‌ها و مشتریان بیشتر که احتمالاً در آینده دیپلمات‌ها فقط نخواهند بود؟ طبعاً که این اقدام واقعاً یک نقطه عطفیه در تلاش‌های محمد بن سلمان برای همینطور که خودت گفتی جذب گردشگری به علاوه رونق تجارت. اما مسئله‌ای که مربوط به دیپلمات‌ها میشه اینه که درسته که در عربستان سعودی مصرف مشروبات الکلی ممنوع هست، اما دیپلمات‌ها یک چیزی رو دارن به اسم چمدان دیپلماتیک که اونها میتونن از طریق این چمدان دیپلماتیک مشروبات الکلی رو به سفارت خونه های خودشون ببرن، البته سفارت خانه های کشورهای غیر مسلمان. مرکز روابط بین الملل یکی از مراکز زیرمجموعه وزارت اطلاعات فرهنگ عربستان سعودی، اون خودش هم زیرمجموعه همین برنامه 23 بن سلمانه. این مرکز یک سند رو منتشر کرده که رویترز درباره اون سند داره حرف میزنه و تاکید بر این کرده که درسته که دیپلمات‌های کشورهای غیر مسلمان در عربستان میتونن مشروبات الکلی رو مصرف بکنن، اما ما می‌خوایم نظارت بیشتری رو روی این خرید
خرید و فروش مشروبات الکلی وضع بکنیم. به خاطر همین مسئله فرمان صادر کردند به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان در خارج از کشور در تمام جهان که این مواظب این خرید و فروش این مشروبات الکلی و نوع فرستادنش و میزان فرستادنش به داخل کشور باشین. در کنار این محدودیتی که داره وضع میکنه، حالا این فروشگاه رو هم خبر داده که در هفته‌های آینده باز میشه. این فروشگاه هم در یکی از محله‌های دیپلماتیک ریاض خواهد بود که همینطور خودت گفتی یک سامانه‌ای در تلفن همراه باید افراد نصب بکنن. مشخصاً دیپلمات‌های کشورهای غیر مسلمان قیود خیلی زیاد داره و اونها بعد از دریافت کدی از وزارت خارجه یک سهمیه مشخص ماهانه ای رو دارن که از اون بیشتر نمیتونن دریافت بکنن. مراجعه میکنن به این فروشگاه و از اون فروشگاه خرید میکنن. حالا این مسئله رو تفاسیری که از این میشه اینه که خب عربستان متوجه این مسئله است که حالا ما سالهاست که میزبان رویدادهای بزرگ ورزشی و کنفرانس‌های بین‌المللی هستیم و خوبه که این مسئله ی خرید و فروش مشروبات الکلی رو یک کمی بیشتر تحت کنترل خود دولت در بیاریم. به خاطر همین مسئله اومدن این طرح رو تصویب کردن. خیلی کوتاه فرصت داریم، میشه تصور کرد تمام این شهرک‌ها و ریزورت‌ها و هتل‌هایی که دارن می‌سازن به خصوص در حاشیه دریای سرخ، نمیشه تصور کرد که توریست‌های بین‌المللی به خصوص از آسیا و اروپا بیان و اونجا بخوان لب خشک برگردن به خانه‌هاشون. آره دقیقاً، درباره جام جهانی قطر 2022 هم همین گفته میشد که تعداد زیادی گردشگرها به خاطر ممنوعیت سرو مشروبات الکلی به دوحه نیومدن. حالا عربستان که در سال 2034 میزبان جام جهانی فوتبال هست داره و همچنان که اون سند چشم‌انداز 2030 رو هم داره، به جد و جهد داره واقعا تلاش میکنه که بتونه یک جوری بالاخره ساز و کار رو جوری مهیا بکنه که این خرید و فروش مشروبات کمی آسان‌تر بشه. حالا در کنار این محدودیت‌ها بعضی فروشگاه‌های معاف از گمرک یا همون دیوتی فری ها در فرودگاه‌ها این مشروبات رو می‌فروختن. در کنارش هم کسانی که دوست داشتن سرو بکنن یا تولید خانگی می‌کردن یا به سمت بازار سیاه و قاچاق می‌رفتن که فکر می‌کنیم داره در مقابله با این بخش‌ها می‌خواد کمی قانونی‌تر و جدی‌تر کار بکنه. ممنونم از تو همکارم راضیه دانش اینجا در استودیو با ما و ممنونم از شما که ما رو در این بخش برنامه 24 همراهی کردید. اجازه بدید برنامه رو با تصاویری از جلسه شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک به پایان ببریم درباره جنگ اسرائیل و حماس و نارامی‌ها در خاورمیانه.